درود بر دوستان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک بار دیگه در خدمت شما با یه ویدیو جذاب. اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی یا اولین بار به کانال من سر میزنی، همین الان این کانال رو سابسکرایب کن، اون زنگوله هم بزن تا از ویدیوهای جدید باخبر بشی و به دوستات این کانال رو معرفی کن. همونجور که در جریانید و از ویدیو قبلی من خبر دارید، یک نمایشگاه عکس داشتم توی شیراز که میتونید از اینجا ویدیو قبلی من رو ببینید و گزارشی از نمایشگاه هم رو که توی کانال منتشر کردم مشاهده کنید. توی این ویدیو قراره با هم چیکار کنیم. من توی نمایشگاه عکسم در پایان مجموعه یک دفترچه رو قرار داده بودم برای اون دوستانی که تشریف میارن و اگر دوست داشته باشن نظرشون رو برام بنویسن به یادگار و نظرشون راجع به مجموعه و نمایشگاه برام بنویسن. من یکم تا سوم اسفند ماه 1401 نمایشگاه داشتم، اما جالبه بدونید که هنوز من این دفترچه رو که توی نمایشگاه گذاشته بودم باز نکردم و هنوز نخوندم که دوستانی که تشریف آوردن چی برام نوشتن و گفتم در قالب یک ویدیو این رو داشته باشم که هم به قول معروف ریاکشن هم طبیعی باشه و هم از جذابیت قضیه کم نشه و با هم این در واقع نظرها رو بخونیم. با من همراه باشید. خب قبل از اینکه در واقع دفترچه رو باز کنیم، خواستم یک بار دیگه سپاسگزاری کنم از تمام افرادی که لطف کردن تشریف آوردن نمایشگاه. خیلی خوشحال شدم دیدمشون، خیلی خوشحال شدم. خیلی‌ها رو بعد از حتی سال‌ها می‌دیدم و خیلی حس خوبی بود، خیلی جالب بود برام، خیلی بازخوردهای خوبی گرفتم، خیلی با افراد جدیدی آشنا شدم و جای اونایی که تشریف نیاوردن خیلی خالی بود. میریم که شروع کنیم در واقع خوندن نظراتون رو توی دفتر. یه چیز دیگه هم بگم قبل از اینکه بخونمشون، خیلی از افرادی که تشریف آوردن نمایشگاه افرادی بودن که به واسطه حالا هنر، به واسطه دانشگاه، به واسطه شناختی که از قبل از هم داشتیم، آشنایی مشترک بین من و خیلیا بود و من با اجازتون تصمیم گرفتم که در واقع نظرها رو که بخوام بخونم اسمی رو نخونم که شاید اون شخص دوست نداشته باشه که بقیه مثلا بفهمن یا بدونن چی نوشته. به همین دلیل از اونجایی که میدونید من معتقد به قانون کپی رایتم، اینجا هم کاملا نظرهاتون محفوظ میمونه، اسماتون خونده نمیشه. خب شروع میکنیم. اولین نفر میگه با امید به ترقی و پیشرفت روزافزون برای جنابالی کارهای زیبایی بودند. بسیار از شما سپاسگزارم، لطف دارید و چشماتون زیبا میبینه. نفر بعد گفته موفقیت آرزوم همیشه. من چون میدونم اینا رو کی نوشته، بعضی از ریاکشن ها ممکنه به اون مخاطب باشه اما اسمشون رو نمیگم. منم موفقیت تو، سربلندی تو همیشه آرزوم بوده و هست. امیدوارم به اون چیزی که میخوای برسی. بدون شک آینده درخشانی در انتظار شما خواهد بود. مسیر درستی رو پیش گرفتی. ممنونم از این انرژی که دادی و همون جور که میدونی خیلی ساله دارم تلاش میکنم برای جایی که هستم و برای جایی که قراره بهش برسم و هدفهایی که دارم خیلی سختی کشیدم و دارم خیلی جدی دنبالشون میکنم. به امید موفقیت‌های روزافزون بیشتر. سپاسگزارم همچنین برای تو. خب صفحه بعد. پس از مدت‌ها دیدنم اثر جانانگی نگریستن به تصاویری بود که صادقانه خیلی چیزی را طلب می‌کردند. حال ما همین است.
هرچه از گذشته به آینده تقلا میکنیم، در همین حال آشفته میشویم. میکوشیم باشیم، بشویم، این گونه، آن گونه و گرگونه. اما همین نیست که باور داریم، شدنها و ناشدنهای بیتکرار و بیتکرار و دقیقا درسته و مجموعه من یک مجموعه بود که میتونست خیلی حرفا پشتش داشته باشه، نه فقط بسنده کنه به موضوع مجموعه یا فقط عکس هایی که توی اون مجموعه قرار گرفته بودن. خیلی جای بحث داره، جای صحبت داره و تفکر. فضای فکری جذابی داری و با نگاهی کلی میدونم که اتفاقات قشنگی برات میفته. سپاسگزارم. این جالبه برام، اسمش رو نوشته گمنام، نمیدونم کیه. خیلی برام جالب بود. سپاسگزارم بازم. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. اینو دو نفر نوشتن، ظاهرن یک زوج بودن. زیبا بود. بعدی. از ابتدا تا انتها، از شروع تا پایان، همه دنبال یک جواب که سوالی بزرگ است. من کی هستم؟ واقعا من کی هستم؟ این خیلی سوال واقعا بزرگیه و اگر بشینی بهش فکر کنی خیلی جوابهایی ممکنه بهش برسی و حتی ممکنه به خیلی جواب نرسی. درونم چه سردرگمی غریبی است. خیلی جالب بود. به من بگو قبل از تولد کجا بودی تا بهت بگم بعد از مرگ کجا میری. این هم جمله جالبیه و مملو از تفکری که میتونه در پشتش داشته باشه. ای کاش آدم‌ها قدر همدیگر رو بیشتر میدونستن. واقعا ای کاش آدم‌ها خوبی‌های همدیگر میدیدن، مهربونی میکردن به هم، محبت میکردن به هم. اما زندگی خیلی روی بدی رو داره از آدم‌ها به نمایش میذاره. با آرزوی موفقیت روزافزون. سپاسگزارم. موفقیت روزافزون شما را آرزومندم. سپاس از شما. مثل همیشه نگاه متفاوتت زیباست. در سال روز تولدت امیدوارم رستاخیزی زیبا را تجربه کنی. من یک اسفند زاد روزم بود دقیقا با افتتاحیه نمایشگاه. سپاس از تو. خیلی لطف داری. هنرت بسیار زیباست. در سالروز تولدت بهترین ها رو برات آرزومندم. سپاس از تو. لطف داری. بسیار متفاوت و خاص. امیدوارم همیشه موفق و شاد و خندون باشی. بهترین ها را برات آرزو دارم چون لایق بهترین ها هستی. سپاسگزارم همچنین برای تو. ممکنه یه نفر از راه زن بودن منحرف شه. ممکنه یه نفر از راه مرد بودن منحرف شه. ولی غیر ممکنه که کسی از راه انسانیت منحرف شه. انسانیت واژه‌ای پر از معنا که بسیار فراموش شده و واقعا به این واژه فکر کنید. واقعا فکر کنید. الف میم. این نظری بود که برام نوشته بودن. خیلی برام جالب بود. نمیدونم. خب دوست عزیزم، باعث افتخارم بود که به نمایشگاه تو اومدم. همیشه راحت جدا بود و میدونستم که این کار رو روزی عملی میکنی. خوشحالم که دوست هنرمندی دارم. مطمئنم روزی جایی بهتر و بالاتر میبینمت. سپاسگزارم. لطف داری به من و من هم امیدوارم که تو رو اون جایی که دوست داری و لایقش هستی بهش برسی و اونجا ببینمت. ایده جالبی بود. موفق باشید. همین فرمون برو جلو. چشم.
جناب رهنمای عزیز، باعث افتخارم بود دیدار شما. هنرتون پس از چندین سال به امید موفقیت‌های روزافزون شما. سپاسگزارم از تو و این یکی از کسایی بود که بعد از خیلی سال می‌دیدمش و بسیار برات آرزوهای خیلی خوب می‌کنم و امیدوارم به هر چی که می‌خوای به هر جا که دوست داری برسی. لذت بردم، عالی بود. این جالب بود، نوشته بود لذت بردم، عالی بود، آمودست خوش، مکان عاشقانه عالی دارید، باب فضای دو نفره، یا سپاس از شما. مدیریت محترم، استفاده از موزیک دپ نسبت به مکان پیشنهاد کامل عالی بود. توی نمایشگاه یک موسیقی پخش میکردم در واقع مناسب با فضای نمایشگاه و فضای مجموعه که یک موسیقی نانستاپ هندپن یا هنگ درام بود. وجود تابلوهای بامنی و جلب توجه خیلی مکان که فاز زیبایتان را خشکتر کرده و البته و موزیک زیبا روحی تازه به کافه بخشیده. سپاس از شما. من اشتباه خوندم یا بد خوندم ببخشید، نمیدونم. با درود فراوان، پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است، گردنده فلک نیز به کاری بوده است، هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین، آن مردمک چشم نگاری بود است. هنر شما بسیار قابل احترام و چشم نواز است. با آرزوی موفقیت روزافزون. زبونم میگیره. بسیار سپاسگزارم. باربد عزیزم، مثل همیشه عالی و بی نظیر، برات آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم همیشه شاهد موفقیت هات باشم. تولدت هم مبارک. بسیار ازت سپاسگزارم. همچنین من هم برای تو بهترین آرزو دارم و امیدوارم که به هر چی به هر جا که میخوای برسی. بریم صفحه بعد. هنرتان بسیار زیبا بود، به امید موفقیت روزافزون. سپاسگزارم، لطف دارید. مثل همیشه فوق‌العاده بودن کارات، همیشه موفق باشی، میدونم که هستی. سپاسگزارم، به من خیلی لطف داری. بسیار زیبا، موفق باشید. همچنین شما هم سربلند باشید. عالی بود، پاینده باشید. شما هم پاینده باشید. بسیار زیبا و شکیل. لطف دارید. چه با شکوه بودن عکسات. سپاس از نظر شما. اگر بنا باشد مجموعه را در یک کلمه توصیف کنم، آن تک کلمه رهایی است. مشاهده رهایی انسان که منجر به کاتاریس خواهد شد. همیشه آرزومند موفقیتت هستم. من هم همیشه آرزومند سربلندی و شادمانی و شادکامیت هستم. به امید جهانی شدن عکسات. بسیار سپاسگزارم ازت و خیلی خوشحال شدم که دیدمت توی نمایشگاه بعد از مدت ها. رسیدن به موفقیت های پیاپی مثل پیمودن پله های همین گالری است، مرتفع، سخت و طولانی. اگر جا نزنی و ادامه بدی مستحق رسیدن هستی، مثل اتفاقی که امروز برات رقم خورد و مثل تمام دستاوردهای دیگه که توی مسیرت هست. اول اینکه جملات خیلی پی داشت، بعد اینکه سپاسگزارم واقعا. شاید ما یک لحظه یه جمله رو بگیم و بریم، اما واقعا و زمانی که به اون جمله فکر میکنیم خیلی ذهن درگیر میشه و خیلی چیزها جلوی چشم میاد و میره و من واقعا برای رسیدن به اینجایی که الان جای خاصی شاید از نظر
خیلی نباشم، یا شاید از نظر خودم هم به اون جایی که میخوام هنوز نرسیدم، اما برای رسیدن به اینجا که رسیدم و هستم خیلی تلاش کردم و خیلی سختی کشیدم و خسته نشدن در این مسیر خیلی مهمه. هیچ وقت نباید امید رو از دست داد. بله، تک تک عکس‌های گالری، تک تک قدم‌هایت در راه موفقیت به سمت هدف نهایی که داری هست. خوشحالم که در مسیر برداشتن قدم‌هایت به سوی موفقیت‌ها، چه امروز چه هر لحظه‌ای، چه هر لحظه و روزی از عمرت در کنارتم رفیق. بهترین ها لایق تو هستن، چون تو لایق بهترین هایی. فدات، لطف داری. ببینید، خیلی حس خوبیه، خیلی انرژی مثبت میگیری از این قضیه، خیلی دلگرمیه. شاید باورتون نشه، این نوشته ها برای من بسیار ارزشمندن، بسیار حالمو خوب کردن و خوب میکنن، چون خیلی هاشون رو ندیدم و نخوندم. دمتون گرم واقعا. سبز خواهیم شد، میدانم، دقیقا همینطوره، شک نکن. سخته، میدونم، اما تو رویاهاتو محکم تر بغل کن، اونا مسیر رو بلدن. دقیقا، فقط کافیه جا نزنی. کسی وجود نداره که از ستاره ها بیاد و تاریکی تو روشن کنه، خودت برای خودت نور باش. واقعا جمله ای که من به خیلی ها دارم میگم، هیچ کس جز خودت و بهتر از خودت نمیتونه بهت کمک کنه. زندگی کوتاه‌تر از اونیه که منتظر بمونی تا بقیه رویاهات برآورده کنن، تا بقیه رویاهاتو برآورده کنن. کاملا حرفت درسته. بیشتر عکسات رو درک نمی کردم و احتمالا شاید باز هم درکشون نکنم، ولی این یکی دقیقا چیزی بود که دوست داشتم. به تبریک میگم بابت هنر و ارائه زیبایی که داشتی. با آرزوی بهترین ها برای تو. هیچ اسمی ننوشته و نمیدونم کی هستی، اما سپاسگزارم ازت و خوشحالم که این یکی کارم رو درک کردی. اینی که خیلی از دوستان میگن کاراتو درک نمی کنیم، من توضیح نمیدم الان، فقط تنها کاری که میکنم این پایین اینجا آدرس پیج اینستاگرام همو مینویسم براتون و خودتون یه سر به پیج اینستاگرام من بزنید ببینم آیا شما هم کارها رو درک میکنید و چیزی ازش متوجه میشید یا خیر. برام همونجا بنویسید. شاید این دنیا ارزش بارها زاده شدن و زیست کردن رو داشته باشه. اگه ارزشمند باشه، چرا که نه؟ میتونه. چون اگر بخواد تموم بشه و آخرش هیچی باشه، اصلا معنی نداره. منظورم رو کامل متوجه میشی چی میگم. اینو مخاطبم خودت بودی یا که اینو برام نوشتی. باعث افتخارم بود که به نمایشگاه شما آمدم، لذت بردم. امیدوار بودن، خوشحالی، غم، ترس، تهدید، ناامیدی حسهایی که باید احساس بشن و به هر حال وجود دارن و انسان همیشه نمیتونه مدام فقط با یک حس به زندگی ادامه بده و همیشه خوشحال باشه. فقط به این دلیل که میتونم خوشبخت بشم. خوشبختی به معنی رضایت از زندگیه. پس شاید یک انسان بتونه با درک خوشبخت بشه. اینی که من وسط جملات اشتباه میکنم یا اینجور چیزا، اولین که به خاطر که اولین بار دارم همزمان با شما این متنا رو میبینم و میخونم، دو این که بعضی از جاها واقعا نمیتونم خطشون رو مثلا بخونم. بله،
نمیشه که همیشه آدم با یک حس باشه. تمام حس ها در زندگی یک انسان وجود داره. اما به نظرم خیلی خوبه که آدم امیدش رو از دست نده. چون با از دست دادن امید اون حس هایی که دارای انرژی منفی هستند بیشتر بولد میشن و میان سراغت تا اون انرژی مثبته. بار بعد خان یک مرد که ذهنش خواب زیر خاک، یکی که زندگی خاک کرده زیر خاک، نمیبینه اطراف رو توی تاریکی محض، دورش پر هیاهو رفته توی خلسه. این در واقع شعر بود و میدونم که نوشته و معنیش هم کامل متوجه شدم، یه تیک از شعر خودش بود. نظرم رو قبلا بهت گفتم راجع به این و باز هم همون نظر قبلی رو بهت میدم. واقعا بار بعد عزیز، اینکه بعد از سالها دیدمت خیلی حس خوبی دارم و خوشحالم که هدف و هنرت رو ادامه دادی و موفقی. به امید موفقیت های بیشتر. در مورد عکس ها نظری نمیدم و منتظرم صحبت های خودتو بشنوم. هر شخصی که مجموعه رو میدید اگه متوجه نمیشد یا دوست داشت بهتر متوجه بشه میومد و من کامل مجموعه رو و هدف نمایشگاه رو براش کامل توضیح میدادم و توضیحات رو برای این شخص هم دادم. خب بریم ببینم بازم هست بعدش یا خیر. این آخرین نظره. باربد جان، امیدوارم همیشه موفق باشی. من توی همین دوره نمایشگاه باهاش نشدم و از نظر من تو آدم خیلی خوبی هستی و همچنین جنبه شوخی و مسخره بازی رو شدیداً داشتی. این متن رو دارم میخونم. من عکاسی رو خیلی دوست دارم ولی هیچ وقت برای یک موضوع عکاسی نکرده بودم. البته که سطح کار تو خیلی بالاتر و بهتر از منه. لطف داری به من؟ نه بابا، من کجا سطح کارم بالاست. خیلی خوشحالم که موضوع که انتخاب کرده بودی راجع به چیزی بود که من عاشقش بودم و شدیداً بهش علاقه داشتم و حتی باورش داشتم. موضوع نمایشگاه تناسخ بود. تونستم با عکاسی‌هات ارتباط برقرار کنم و خیلی خوب تونسته بودی موضوع مورد نظرتو نشون بدی. سپاسگزارم. لطف داری. از ته دلم برات آرزو میکنم در آینده از این جایی که هستی موفق‌تر بشی، چون از نظر من الانم آدم موفقی هستی. شرمنده میکنی. تو باعث شدی که منم بیشتر به دنیای عکاسی علاقه‌مند بشم. واسه همین میتونم بگم واقعا لیاقت ادامه دادن این حرفه رو داری، چون با هنرت آدم ها رو تشویق میکنی که بلند بشن و دنبال هدفها و رویاهاشون برن. هر جا رفتی بدون همیشه تو و نمایشگاه قشنگ دیادم میمونه. ممنونم. ببخشید. آدم ها به نظرم باید رویاهاشون رو دنبال کنن، باید هدفشون رو دنبال کنن، جا نزنن و قوی باشن و قوی بمونن و اجازه ندن که هیچ چیز و هیچ کس بخواد سرعت رسیدن اونا به هدفشون رو کند کنه یا متوقف کنه. نظرات خیلی زیبا بود. خیلی ممنونم ازت. خیلی لطف داری به من. توی نمایشگاه خیلی از دوستان اومدن، من حتی ساعت ها نشستم با چند تاشون صحبت کردم.
نشستم با چند تاشون صحبت کردم و خیلی ها ناامید شدن. ما الان حدودا نزدیک به 200 روزه که حالمون خوب نیست. از قبلش هم حالمون خوب نبود، اما الان خیلی وقت خیلی دیگه حالمون خوب نیست. خیلی عوامل وجود داشت که باعث افسردگی، ناراحتی، غم و اندوه ما بشه، باعث بشه ما از زندگیمون سیر بشیم، باعث بشه ما از هدفامون دور بشیم. اما باید قوی بمونیم، باید برای اون هدفی که داریم تلاش کنیم، باید برای اون رویایی که همیشه دنبالش بودیم تلاش کنیم و با سرعت بریم تا بهش برسیم. بالاخره نباید درجا بزنیم، نباید متوقف کنیم خودمون رو. اصلا صحبت حرفای انگیزشی نیست، اما زمانی که خودت به دنبال هدفات میری حالت بهتره، حس خوبی به دست میده. زمانی که یکی یکی داری به هدفات میرسی خیلی حالت خوبه. و بیشتر به خودت فکر کن، بیشتر به اون جایی که همیشه لیاقتش رو داشتی، اون جایی که همیشه آرزوش رو داشتی بهش برسی فکر کن که چی کار باید بکنی که سریع تر بهش برسی. خیلی عوامل سر راهمون بوده و هست که نمیخواد بذاره ما به اون چیزا برسیم، اما نباید متوقف شی. قوی باش، قوی بمون، همین فرمون برو جلو. تا ویدیوی بعد.